خب فیلم ها چون جزوه نمیگیم میتونین چیکار بکنید؟ فیلم ها رو نگاه بکنید. گفتیم مساحت، محیط، درسته؟ مساحت اینجا نوشتیم، محیط چی میشه؟ دو برابر طول ضرب. این الان درسته؟ غلطه. چرا؟ چون اولویت ضرب از جمع بیشتره، پس اینو من باید بیا پرانتز بذارم تا اول جمع انجام میشه بعد ضرب در دو بشه، اولویت درست بشه. خب میشه مساحت، اینم میشه چی؟ محیط. اوکی، مثلا میدم پنج و سه اشتباه کردم، پنج و مثلا سه درست شد؟ پنج و سه. خب حالا ببینید، من ممکن بود اینجوری بنویسم پرینت، اینجا رو خوب دقت کنید، اون دایره حالا بمونه، اینجا یه اف میذارم، این که میگم حتما پایتون سوونیم باید بشه، دو تا سینگل کوتشن یا دابل کوتشن میذارم، این مساحت که اینجا بود این اینجا برمیدارم میندازم اینجا، اینو داخل آکولات میذارم. ببینید مساحت مساوی یه آکولات باز کردم، یه آکولات بازم، آکولات ها پرانتز نیست، بعد چششون ضعیف اینا رو پرانتز میدن. این افر رو باید حتما باید بذارم، افر رو باید حتما بذارم، مثلا میگم پنج و چهار. ببینید این خط تا آخر درسته؟ اینه، میدونید خط به خط اجرا میشه دیگه بچه، شاید من نگفتم، اولین خط اجرا میشه، بعد عرض رو میگیره، بعد مساحت رو محاسبه میکنه، بعد محیط رو محاسبه میکنه، بعد مساحت رو چاپ میکنه، بعد محیط رو چاپ میکنه، بعد دوباره مساحت رو چاپ میکنه، درسته؟ خب اینجا ممکن بود بعد از این یک بنویسم محیط مساوی امچ، این امس و امچ این چیه؟ این این هست منطقه متغیرن اینا، این اف یادمون چیه؟ نره. اینجا میگم پنج و چهار. اوکی، حالا برای اینکه تو دو خط نشون بدی اینجا چی میذارم؟ بک اسلش میگم پنج و چهار. اوکی، اینجا هیچ سودی نداره. خب منطقه میرسیم تو فایل ها نمیبینید، هم تو وب هم تو فایل به این کار میگم F-String. به این کار میگن چی؟ F-String. این پایتون سه و نیم به بعده این مدل نمیشن پایتونه، قبل از پایتون سه و نیم که الان مثلا بیادم نگرفتین زیاد مهم نیستش، منتها اینو باید یاد بگیریم، قبل پایتون سه و نیم اینجوریه، اینو پاک میکنیم اینجا، اینجا مینویسم صفر، اینجا مینویسم چی؟ یک، بعد می نویسم دات فرمت. اولی چی بود؟ MS بود. دومی چی بودش؟ MH. درسته؟ اینجا مثلا می نویم پنج چهار. ببینید شبیه اون شد یا نه. پس چی گذاشتم؟ یه دات فرمت نوشتم، اینم پرانتزه. حالا من اگه جفت اینا رو ام اچ بذارم چی میشه؟ محیط رو تو جفتش نشون میده، مثلا پنج و چهار که میزم این جفتش چنده؟ مثلا اینجا می نویسم یک، اینم ام اس بشه، جفت اینه یکه، یک یعنی چی؟ محیط، چون این صفرمیه این چندمیه این یکمیه، درسته؟ مثل اون قبله میشه، مثلا میدونیسم پنج و چهار، این گفته شیجه. پس به این صفر یک دقت کنید، اگر هم هیچی ننویسید خودش از صفر یک میشماره، اولی میزه صفر پنج و چهار. خب منطقه پایتون دو و هفت چجوری بود؟ ممکن توی پروژه چیزی ببینید اینجوریه، اینجا مینویسه درصد دی، چی نوشیم؟ درصد دی. دی یعنی دسیمال، دی یعنی چی؟ دسیمال. اینجا هم چی میذارم؟ یه درصد میذارم،
MS رو به جای این دیه میذاره، MS رو به جای چی میذاره؟ این میذاره. 54. پس دی شد چی؟ دسیمال. دی شد دسیمال. خب تا اینجا مشکلی هست یا نه؟ خب حالا میام اینجا مینویسم دو نقطه 10D. اینم مینویسم دو نقطه 0 10D. میخوام اینه معنیش چیه؟ درسته؟ دو نقطه 10D چیه؟ پایتون چنده؟ پایتون 13. خب نباید میام نگاه میکنم اینو اجرا میکنم. 54. 10D چی بودش؟ ای گفتین؟ ببینید اینه، اینم صفر 10D. ده تا جا در نظر گرفته، از سمت راست پر کرد، دو تاش پر شده، 8 چی شده؟ اسپیس شده. این یکی صفر گذاشتیم چی شده؟ دو تاش پر شده، بقیه چی گذاشته؟ خب حالا میخوام ببینیم اینا چجوری میشه. دو نقطه چی؟ 10D. این هم مثلا بخواهم بریمسون دو نقطه 0 10 G D. خب این یکی 10D. این هم چی؟ 0 10D. درست شد؟ پس دی یعنی چی؟ دسیمال. دسمبر. دسمبر یعنی چی بچه ها؟ نه دسمبر یعنی ماه دهم. درسته؟ نوامبر یعنی ماه نهم. سپتامبر یعنی ماه هفتم. ولی ماه چندم در است؟ نهمه. نه سپتامبر ماه نهمه ولی ماه هفتم. انگار یه انسان دوشنبه است باید شنبه باشه. درسته؟ میدونستی؟ چرا؟ دلیل داره. سه فرانسوی میشه هفت. هفته ولی ماه چندم نهم دیگه. درسته؟ دوم هم میشه نهم. چرا؟ نه نه ببینید صفر کار بوده، یک معنی نداره. شما اگه به جای دی بنویس ایکس، به جای دی بنویس چی؟ ایکس. مثلا من میدم 100 160. ببین چی نوشت اینجا، 1770. برد تو مبنای 16. مبنا بلدین؟ چیزه x مبنای 16 بنویس. او 5 آره چی داریم ببینید، رفت تو مبنای 8 اکتال. درسته؟ بنویس b. بنویس چی؟ b. 160. بی نداریم شما، بی داریم و بعدم باینری هم نمیم چیه، باید نگاه بکنم. اینا دستگاه عملی هست اینا، مثلا شما کار برنامه سیستمی رو انجام بدی با مبنا کار میکنی، مثلا یه برنامه سیستمی تو کار با فایل انجام بدی، با حافظه سر و کار داری، یه وقت شما با متن کار داری، همون دی کافیه. مثلا میخوای بری یه دونه صفحه وب رو نگاه بکنی، یه وب اسکرپر بنویسی، مثلا قیمت طلا رو از داخل اون صفحه وب برداری، اون چیه؟ دسیمال. اینجا مبنا چیه؟ معنی نداره. ولی یه وقت با حافظه داری کار میکنی، توی حافظه مبناها 16 همه.
16 نشونه میده، باید تبدیل کنه مبنای 10. اونجا یعنی به کارکرد شما برمیاد. حالا ما همه رو میگیم، باید اون تو ذهنتون میمونه. خب بعد مثلا یه جه کارکردش خوردتون، مثلا یادتون میگه مثلا یه چنین چیزی بوده، یه سرچی اونجا میزنه یادتون میاد. اوکی اینه. پس این هم شد چی؟ مبنای 10 و 16 و مبنای 4. خب اینم انجام بدیم. بعد اون دایره هر هم الان بنویسیم. خب یه تمرین میگم که تو فیلم هم بیفته. تمرین بعدیتون اینه که 5 عدد بگیریم میانگینش رو چاپ بکنیم. میانگین 5 عدد چی میشه؟ جمع تقسیم بر 5. تمرین بعدی اینه که همین تمرین میانگینه رو به جای اینکه 5 متغیر باشه با 2 تا متغیر انجام بدیم. درسته؟ به جای اینکه 5 تا متغیر باشه چیه؟ 2 تا متغیر باشه. آره هم میانگینه. یا با یه متغیر باشه. تمرین بعدیتون اینه. حالا اینا که گفتم این حتما انجام بدید. این تمرین که میگم اختیاره. حالا ممکنه مثلا پوریا سنش کمه نتونه انجام بده. یا اصلا یادتون انجام نده، نه این که دارم میگم. ریشه های معادله است. معادله درجه 2. معادله درجه 2 چی میگیریم؟ A, B, C میگیریم. ریشه هاشو به دست میاریم. دلتا میشه B2 منه 4 آسه X. حالا اصلا سوای این که دلتا کوچکتر از صفر مساوی صفر بزرگتر از صفر اصلا کاری با این نداریم. میگین X مساوی منهای B به علاوه مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2. توان هم من بهتون نگفتم. توان بچه مثلا میگم 4 به توان 2. توان چیه؟ 2 تا ستار است. حالا من اگه بگم 4 به توان نیم چی میشه؟ رادیکال میشه. درسته؟ این هم میشه توان. پس الان میتونی ریشه معادله را این اختیاره. این تمرین آخریه چیه؟ اختیاری هم با دو تا متغیر. یه تمرین هم که میتونی انجام بدین، ببینید شما تو ریشه معادله ABC میگیری، فرمولتون چیه؟ AX به توان 2 به علاوه BX به علاوه چی؟ C مساوی 0. حالا مثلا کاربر به A داد 1، به B داد 2، به C داد 1. بعد فرمولش اول چاپ بکنه. فرمولش چی میشه؟ یک X به توان 2 به علاوه 2X به علاوه چی؟ 1 مساوی 0 مساوی 0. یعنی اعداد گرفتیم 1 2 1 و اول فرمولش رو چاپ بکنیم. فرمولش رو بخواییم چاپ بکنیم از چه روش چاپ بکنیم؟ از این روش چاپ بکنیم. اوکی؟ FSNش میکنیم چاپ بکنیم. الان من اینو خارج میکنم از این حالت. بعد شما بی زحمت اینو بنویسین، عکس بگیرین، دایره هم بنویسین اگه فرصت شد. اگه نشدم که